نشست علمی روزانه آیت الله لزما سی صادق حسینی شیرازی روزهای پنجشنبه و جمعه 20 و 21 رجب سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله لزما شیرازی در رابطه با فضیلت تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها پس از نماز فرمودند از برخی روایات استفاده شده که تسبیحات حضرت زهرا سلام و علیها مطلقاً بر تمامی تعقیبات دیگر پس از نماز مقدم است حتی قبل از آنکه انسان از حالت نماز خارج شده و مثلا در وضعیت نشستن خود تغییر ایجاد کرده و یا پاهای خود را در حالت دیگری قرار دهد معظم الله در رابطه با فضیلت سایر تعقیبات و اسکار فرمودند در رابطه با سایر تعقیبات و اسکار پس از نماز انسان مخیر است مگر قرینه ای وجود داشته باشد که بر مقدم بودن برخی از آنها اشاره کرده باشد ایشان در رابطه با فضیلت وضو هنگام زیارت فرمودند داشتن وضو برای زیارت واجب نیست اما مستحب است و سبب زیارت را بیشتر خواهد کرد ایت الله لزما شیرازی در رابطه با حکم استفاده از زبان حال برای معصومین علیه السلام در اشعار و ذکر مصیبت ها فرمودند اگر اشعار و ذکر مصیبت هایی که به معصومین علیه السلام نسبت داده می شود زبان حال باشد همان که مرحوم شیخ عبدالزهرا کعبی بر این مسئله مقید بود که در اشعاری که میخواند تاکید نماید که این شعر مثلا از زبان حضرت زینب و یا حضرت عباس سلام الله علیه ماست که از آن تعبیر به زبان حال می شود و نه نقل از زبان و قول آن بزرگوانان عنوان شود در این صورت اشکال ندارد و این بدان معناست که حالت آن بزرگوانان دلالت بر بیان این کلمات دارد لذا اگر تأکید شود که این اشعار و سخنان زبان حال معصومین علیهم السلام است اشکال ندارد معظم الله در ادامه فرمودند مثلا در حدیث شریفی از برخی از اعمی اطال علیه سلام نقش شده که قال یده یعنی با دست خود این چنین گفت و یا تعابیری نظیران که با دست به سینه گفت یا با پای خود این چنین گفت یا با سر خود این چنین گفت هم در تعدادی از روایات و هم احادیث آمده است و منظوران است که همچنان که در میان مردم هم استفاده از اجزای بدن برای نشان دادن و توضیح مقصود یا بیان اندازه یا عدد و مانند آن رایج است و نمونه های آن بسیار است در برخی روایات هم از این تعابیر استفاده شده است با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم في الفقه المسألة أكو وهي أنه إذا هناك أمور الظن فيها معتبر الأنساب الأوقاف الملك أمثال ذلك فالظن فيها معتبر مو لازم إلا يقين وجداني أو يقين تعبدي كبينة شرعيه ونحوها يكون هذا ملك لهذا هذا مسجد وقت هذا فشي ثاني اكو مقبول مقبول مثل مقبوله عمر بن حنظله سند معتبر سند الله اما العلماء تلقوها بالقبول زياره الجامعات تلقيت بانها عن الامام الهادي عليه الصلاه والسلام يعني مقبولة تعتبر إذا تشكيك في السند يصير إذا تشكيك في السند ما صار خوي محل على كل أقلها أنها زيارة مقبولة عند الشيعة